به نام خدا خانش کتاب اکسیر از کانال ما تیوب قسمت شانزدهم درس پانزدهم به میزانی که عشق را بشناسید خود عشق می شوید. عشق بیش از هیجان است. نیروی طبیعت است. بنابراین باید حقیقت را در برگیرد. وقتی کلمه عشق را بر زبان می شاید احساس را دریابید اما درباره جوهر نمیتوان سخنی گفت پاکترین عشق آنجاست که انتظاری نیست در عدم وابستگی پاکترین شوالیه‌ای که به آرتور خدمت می‌کرد گالاهاد بود وجه اشتراک او با پادشاه این بود که پدر و مادرش را نمی‌شناخت این واقعیت که گالاهاد پسر آزاد لانسلوت بود امتیازی در بر نداشت. با این حال، وقتی روزی فرا رسید که او قهرمان زنی از دربار شود، آرتور سرش را تکان داد و اخم کرد. آرتور ندا درداد، نمیخواهم قهرمان زنی نجیب زاده شوی. گالهات با چهره سرخ از خشم رو برگرداند. و با زبانی بند آمده گفت، اما سرور من، هر شوالیهی باید با عشقی خالصانه به بانوی خدمت کند. آرتور پرسید از عشق چه میدانی؟ لحن صدایش چنان سریح بود که چهره ی گالاهات سرختر شد. اگر اینقدر مشتاقی که به بانوی خدمت کنی می توانی میان این سه یکی را برگزینی. پادشاه بیدرنگ پی مارگارت مستخدمه پیر و فرستاد که گیسوان خاکستری داشت و دماغش پر از زگیل بود. آرتور پرسید ای شوالیه نیکو آیا با عشقی خالصانه به او خدمت خواهی کرد؟ گالهات حیرت زده زیر لب گفت سر بر من منظورتان را نمیفهمم آرتور نگاه نافذی به او انداخت و پیرزن را بیرون فرستاد و فرمان داد یکی دیگر بیاورید. این بار دخترکی نوزاد را به درون آوردند. اگر مارگارت به نظرت زیادی پیر و زشت بود این زن چگونه است؟ نجیب زاده است و باید به زیباییش اعتراف کنیم. یقینا نوزاد بسیار زیبا بود. اما گالاهات در حیرتی افزونتر فرو رفت و سرش را تکان داد. آرتور گفت این عشق که از آن سخن میگویی استادی سخت گیر است. برای بار سوم پی بانوی فرستاد. آرابل دخترکی قشنگ و دوازده ساله وارد شد. گالاهات به او نگریست و در حالی که میکوشید خشم خود را در کف اختیار گیرد گفت سرور من او یک دختر بچه و مثل خواهر کوچک خودم است آرتور گفت خواستی به زنی از دربار خدمت کنی من هم در نهایت سخاوت سه انتخاب در برابرت قرار دادم اکنون باید تصمیم بگیری گالاهاد حیران مینمود پرسید چرا به این شیوه مرا به باد تمسخر گیرید؟ آرتور دست بلند کرد و در لحظه ای تالار بزرگ خالی شد و آن دو را تنها گذاشت. آرتور گفت تو را به باد تمسخر نمی گیرم. می کوشم آنچه را که استادم مرلین به من آموخت نشاند دهم. گالاهات سرش را بلند کرد و دید که چهره پادشاه حالتی سرشار از اطوفت به خود گرفته است. آرتور ادامه داد شوالیه هایم می گویند به دلیل عشق و ارادت به خانمها ها خدمت می کنند و با اینکه سوگند نجابت خوردند اغلب اوقات نسبت به مخدوم خیش احساس شهوت دارند آیا چنین نیست گالاهات سر تکان داد آرتور پرسید آیا هر چه میزان دلبستگی آنها شهوانی تر باشد مشتاقانه تر خدمت نمی کنند شوالیه جوان دیگر بار سرتکان داد. آرتور گفت مرلین برای دوست داشتن شیوه دیگری را به من آموخته است. پیرزن و نوزاد و دختر بچه را خواهرت بینگار. همه اینها تجلی معنسند و آن صورتها عوض می شود و آن را نیست که عشق می خانی با آنها عوض می شود. وقتی می گویی عاشقی به راستی به این معناست که تصویری که در درونت حمل می کنی شده است. دلبستگی این گونه آغاز می شود. با دلبستگی به یک تصویر. شاید ادعا کنی که دوستت را دوست داری. اما اگر او به تو خیانت کند، دوستیت به نفرت تبدیل می شود. چرا؟ چون تصویر درونت آلوده شده و تنها چیزی که دوست داشتی آن تصویر بود. اگر به آن تصویر خیانت شود، خشمگین می شوی. پرسید در این باره چه می توان کرد؟ فراسوی هیجانهایت را بنگر. زیرا هیجان ها همواره عوض می شوند و بپرس که پس تصویر چیست؟ تصاویر خیالاتند. خیالات وجود دارند تا ما را در برابر چیزی که نمی با آن روبرو شویم حمایت کنند. در این مورد آن چیز توهی بودن است. چون از خیشتن دوستی توهی هستی تصویری می سازی تا آن خلق را بپوشانی. به این دلیل ترد شدن یا خیانت در عشق درد ایجاد می کند. زیرا زخم باز نیازت نمایان می شود. گالاهات با لحنی ماتم گرفته گفت عشق زیبا و جلیل انگاشته می شود. اما تو آن را خوفناک مینمایی. آرتور لبخند زد. آنچه معمولا به نام عشق خوانده می شود می تواند عواقبی وخیم و خوفناک داشته باشد. اما این پایان داستان نیست. عشق رازی دارد. مرلین سالها پیش راز آن را به من گفت. من هم این راز را به تو می گویم. وقتی بتوانی پیر زن، نوزاد و دختر بچه را به طرزی یکسان دوست بداری، این آزادی را خواهی یافت که فراسوی قالب و صورت عشق ببرزی. آنگاه آن عشق که نیروی جهانی و کیهانی است در درونت رها خواهد شد. آری از دلبستگی. این است فرمان خاموشی که عشق باید از آن اطاعت کند. فهمیدن درس وقتی کیمیاگر عشق را می جوید، منظورش تقریبا مخالف آن چیزی است که ما عشق می خانیم. به نظر ما، عشق احساسی بسیار شخصی است. حالان که به نظر کیمیاگر نیروی جهانی و کیهانی است. عاشق شدن برای ما حالتی است که سرانجام محو می شود. کیمیاگر عاشق نمی شود زیرا پیوسته در جریان عشق شناور است. هرگاه بگویید دوستت دارم چون متعلق به منی وابستگی برمیخیزد. این نوع عشق به راستی نمایانگر منیت است که همواره به من، مال من و مرا می اندیشد. مرلین گفت شما فانیان وقتی کاملا خود را به شخص دیگری وابسته احساس می کنید آن را عشق می خانید. رویای شما این است که کاملا یک نفر را به تملک درآورید یا کاملا به تملک یک نفر درآیید اما کیمیاگران وقتی هیچ گونه احساس وابستگی یا تملک نمی کنند آن را عشق می خوانند. آرتور پرسید آیا این بیعتنایی نیست؟ مرلین سرش را تکان داد. بیعتنایی آری از نیرو یا زندگی است. عشق کیمیاگر سرشار از زندگی است. و همراه با نیروی کیهان جریان دارد به این منظور باید چون ظرفی خالی باشی فانیان چنان از منیت لبریزند که جایی برای هیچ چیز دیگر نمیماند کیمیاگر کاملا خالی است بنابراین کائنات میتواند او را از عشق سرشار سازد مرلین آرام و تقریبا به نرمی گفت عاشق شدن برای تو مجالی شگفت است به طور معمول در پس دیوارهای منیت خود به طرزی امن زندگی می کنی. ایمنی و عدم آسیب پذیری خود را در پس آن دیوارها دوست داری. عاشق شدن دست کم به طور موقت این دیوارها را فرو می شکند. دقیقا همون گونه که می حراسیدی در معرض آسیب پذیری قرار می گیری. اما هیجان شدید عشق به جای اینکه طبق انتظارات آن را به تجربه دردناک بدل کند، آن را به وضعیتی وجد آمیز تبدیل می کند. عاشق شدن در بهترین حالت آن یعنی تسهیم ناشناخته با روحی دیگر و اشتیاق گام نهادن با یکدیگر در فرزانگی عدم قطعیت. کیمیاگران صور والاتر و پایین تری برای عشق نمی شناسند. آن مفاهیم زبان قضاوت است. و کیمیاگران داوری نمی کنند. مرلین گفت اگر دشمن تو از کنارت بگذرد و به تو اهانت کند ناشی از عشق است. جوشش عشق بود که در دل دشمن تو جرقه زد اما وقتی از صحنه خاطر گذشت به نفرت تبدیل شد. تجربه های گذشتت جوشش عشقی را که نمایان می شود می پیچانند یا می چرخانند. اما اشتباه نکن. اگر به منشأ هر بیانی بنگری مهرامیز است. آرتور پرسید آیا می توان میان عشقی که فانیان احساس می کنند با عشقی که تو احساس میکنی پلی زد؟ مرلین پاسخ داد نیازی به پل نیست زیرا فقط یک نوع عشق وجود دارد. آن عشق شخصی که تو نسبت به یک نفر احساس میکنی شکل فشرده عشق جهانی است. عشق جهانی نیست شکل گسترده عشق شخصی است. اگر بگذاری که گشوده باشی می توانی هر دوی آنها را به کامل ترین وجه تجربه کنی. زیستن بادرس همه ما تا حدودی به تصاویر دل میبندیم. این تصاویر را در درون خیش به هر کجا که می رویم حمل می کنیم و منتظر می شویم تا در دنیای بیرون مشابهی برای آنها بیابیم. معمولا به دنبال کسی می گردیم تا تصویری را که از خودمان داریم منعکس یا آن را اصلاح کند. نوعی از عشق جویای آینه است و نوع دیگر جویای عشقی که بخش گم شده وجود را پر کند. در هر دوی این موارد احساس نیاز نهفته است. این احساس که خودتان کامل نیستید و میکوشید از طریق یک نفر کمبود خود را جبران کنید. مرلین اندرز داد اگر می خواهی همان عشقی را احساس کنی که خدا احساس می کند خودت باید خلقهای خود را پر کنی. زیرا خدا فقط می تواند از موزه استقنا و بینیازی دوست بدارد. برای اینکه عاشق کاملی باشی، باید از هر گونه ضعف یا زخم پنهانی که می خواهی دیگری آن را برایت اصلاح و جبران کند، مبرا باشی. نخوست خلقهای خودت را بیابی و آنگاه آنها را از هستی یا جوهر پر کنی. این فرایند معمولا یادگیری خیشتندوستی خوانده می شود. اما در مورد اصطلاح خیشتندوستی باید محتاط و دقیق باشیم. چون اغلب اوقات با یادگیری دلبستگی به تصویری که از خود دارید یکسان پنداشته می شود. از نظر کیمیاگر تصویری که از خود دارید همان منیت است و لاپوشی برای اینکه خلع و کمبود خود را پنهان کنید. شاید بهتر باشد که فرایند یادگیری خیشتن دوستی را فرایند یادگیری عشق به زمیر یا جان خود بخوانید. اگر صادقانه به گذشته تان بنگرید که اکنون به صورت هزاران خاطره در درونتان ذخیره شده است، شاید آشفت بازاری انباشته از تجربه هایی بیابید که بعضی ناشی از خیشتن دوستی و عشق به دیگران بودند و بعضی نه. خاطره های شرمساری و احساس گناه و ترد شدن، نفرت و انزجا و سایر احساس های آری از مهر و محبت را نمی به عشق تبدیل کرد. آن تصاویر همان هستند که هستند. آنها را بپذیرید و به سوی احساس والاتری از زمیر حرکت کنید که به هیچ خاطره اتصال ندارد. خاطره فقط می تواند شما را در احساس خفقان آور گذشته شخصیتان محبوس کند. فراسوی خاطره تجربه آرام هستی است که فقط هوشیاری بدون این ناهیه اشق است. این ناحیه عشق است، ناحیه خودتان که از طریق مراقبه به آن وارد می شوید. مراقبه انواع و اقسام بسیار دارد. سنت آنها خواه در شرق و خواه در غرب مبتنی بر این اصل است که هسته ای از هستی یا جوهری در درونتان است که می توان به آن وارد شد. دستیابی به آن از طریق تفکر یا احساس صورت نمی گیرد. مراقبه یعنی ورود مستقیم به ناحیه ساکت درون. برای دریافت حسی فرارفتن از تصاویر می توانید این تمرین را انجام دهید. زنی یا مردی خوشقیافه را مجسم کنید که مورد عشق و علاقه شماست. چهره آن شخص را هرچه روشنتر مجسم کنید. آنگاه چهرهش را تغییر دهید پیر و پیرتر کنید تا آن زیبایی از بین برود و فقط چین و چروک باقی بماند. آیا احساس عشقتان هنوز به همان قدرتی است که تمرین را آغاز کردید؟ بیشتر ما داشتن همان حس را برای چهره پرچین و چروک در قیاس با چهره جوان و زیبا دشوار میابیم. اگر دگرگونی تصویر چنین تغییری را به وجود آورد، آیا هنوز توانید آن را عشق بخوانید؟ آرتور پرسید چرا عشق عوض می شود؟ مرلین گفت زیرا هیجان عشق همواره ضد خود را در دارد. هرچه شدت عشقی که احساس می کنی بیشتر باشد، میزان نفرت را نیز به همان اندازه شدیدتر می سازد. تنها تفاوت این است که عشق شکفته و نمایان و نفرت هنوز به صورت بذر و دانه است. در رابطه با این موضوع می توانید تمرین زیر را انجام دهید. به زمانی بیاندیشید که شخصی که عمیقا دوستش داشتید آزارتان داد. مثلا نسبت به شما بیعتنائی یا خیانت کرد. یا عملی از او سرزد که نشان داد محبوبتان موجودی کامل و ایدئال نیست. بلکه انسانی مثل همه انسان هاست. اگر با خودتان صادق باشید، به خاطر خواهید آورد که چگونه عشق می تواند به طرزی خشونتبار و ناگهانی به سایر احساس ها تبدیل شود. نفرت و حسد و آزار یا بیعتنائی که ناگهان نمایان شد همواره به صورت بعض و دانه وجود داشته است. اما عشقی که ترجیح می دادید احساس کنید آن را از دید پنهان نگاه می داشت. اما چرا آن را ترجیح دادید؟ علاوه بر خوشی محض دلیل دیگری دارد. منیت عشقی که به دیگری نسبت می دهید در واقع نسبت به خودتان است. زیرا آنچه مایه تداوم آن می شود واقعیت وجود محبوب نیست بلکه انقیادی بسیار محکمتر یا نیازتان به تملک است. وقتی می پندارید مالک انسان دیگری هستید آنچه عملا انجام می دهید یافتن راهی برای گریز از خود و احتراز از ترسها و ضعف های شده خودتان است. به جای رویارویی با خودتان به آینه عشق می نگرید و توفیق کامل را در حیجانهایی می بینید که نسبت به محبوب احساس می کنید. این انتقاد نیست. از دیدگاه کیمیاگر نیز عشق راهی برای تجربه توفیق کامل است. اما این توفیق نمی تواند از طریق خیال پردازی به وقوع بپیوندد. آینه عشق راهی الهی برای فرارفتن از منیت است. هرچند این امر فقط زمانی می تواند پیش آید که در جریان محض هستی باشید که در آن حال همچون جواهری اسرارآمیز درون همه احساسهای عشق و محبت آن را نهفته مییابید مرلین گفت به خاطر آور که عشق فقط احساس نیست بلکه نیروی جهانی است و بدین ترتیب باید حاوی حقیقت باشد اگر بتوانید به چنین ژرفهایی فرو روید در که هر هیجان و احساسی عشق در جامعه مبدل است. اگرچه حسد و نفرت ضد عشق می نمایند، می توان آنها را به صورت راه های انحرافی بازگشت به عشق نگریست. انسان منزجر شاید آجزانه خواهان عشق باشد و نفرتش به دلیل این ناامیدی است که هرگز آن را نستانده است. به محض اینکه به عشق به صورت یک هیجان ننگرید، آشکار می شود که نیروی جهانی همه را به سوی آن می کشد و عشق کیمیاگر این است. به این ترتیب باید به همه تجلیات عشق اگرچه تحریف یافته باشند ارج نهیم. هرچند شاید اندک شماری از افراد بتوانند عشق جهانی را به کامل ترین تجربه کنند اما همه در این راهند و به سوی آن گام برمیدارند پایان قسمت شانزدهم